آه یعنی تو الان اون روغن بابا ماسیک بود چی؟ بابا ماسیک رو بزنی؟ چوچو پاپا رو بزنی با سینه بیای رو من، من دل منو بردی؟ آره. بعد دو تا فینگرم اینجوری شقیقاتو میگیرم، ماساژ میدم. دقیقه همو تخ میشه؟ نه میشه اینجا، شقیقه اینجاست، اون تخم پایینه، شقیقه بالاست. خب اینا رو میگیرم اینجوری آروم ماساژش میدم، بعد میگم که عزیزم میخوام نگرانیاتو ازت بگیرم. به به، خب باریکلا. همین الان شما برنده یک دستگاه چرخیاتی کاچیران همراه با سی دی گلدوزی شدی. تا اینجای کار رو داشته باش، بقیهش رو بگو. بعد این دوباره سرشناهاتو میگیرم. خب میدونی چیه؟ اگه 5 دقیقه من دیرتر آورده بودی والا الان قشنگتر میتونستم صحبت کنم. توی حالتی آوردی منو که داشتم لباسمو تازه میپوشیدم. یعنی ببین به تو عقب ببینم چی پوشیدی اول واسه کینگ قصد، چی مد نظر داشتی؟ خب بعد ببینم عموش، ببینم عموش ندید دوباره عموش شدی. ببین بانوی قصر همیشه داره ورزش میکنه، 11 شب از کلاس اسکواش اومده. تو بذار یه جا خود بیا عقب، من اصلا داره خورد میشه اینجوری، یا به چستم قله آلفا بیزون انیستنگ میشه، بعد یه ذره داستان غم انگیز میشه. ماشاءالله بانی قصد چی بجناتی هم داره. خب الان کاندید بچه گم نشه. شما الان داری با من، شما داری الان با من این کیه، شما داری با من صحبت میکنی برای که من ببینم آیا شما خصوصیت بانی قصد رو داری یا نداری؟ بله. خب میگفتی الان کاندید ایرانی نداشتی، یه دونه یوکرینی داشتی، یه آلمانی. ببین توی از فردا شروع میکنم به اومدن. خب نه فردا شروع میکنم به اومدن، من حالا میخوام ببینم لایف بذارم، خب بیارم بالا کسایی که دوست دارم بانی قصد میشن باشون سوال بسنیم، به تفاهم میرسیم اصلا به چستم قله میشه یا نمیشه. میچی میگم؟ ببین من یه ویژگی که دارم اصلا مشکلی ندارم چند تا بانی قصد داشته باشه، چون کلا حسادت ندارم. خب اینجوری که چند تا بانی قصد داشته باشی من میتونم به ورزشم برسم، برم بیرون، کارامو انجام بدم، به قرار ملاقاتام برسم. تو بقیه پارس خرم شدی به خاطر این ویژگی که داری. اینا رو حتما من یادداشت میکنم در اسرع وقت آلفا بیزون انیستنگش میکنم. خب شما دیگه از چه کارایی میتونی بکنی که شما دل منو به دست بیاری؟ مثلا چه کار فوق العاده ای میتونی بکنی که مثلا یه دختر دیگه شاید نتونه بکنه؟ اوکی من وحشیم، یهو عین یه جگوار وحشی میپرم روت بهت حمله میکنم. یعنی به چه صورت؟ قشنگ توضیح بده. یعنی تو داری مثلا صبحونه میخوری، من یهو شیر وگن، چون من وگنم، شیر وگن رو اینجوری میریزم روی خودم، بعدش نصفش رو میریزم روی تو. صبحونه آخه یعنی چی آخه؟ شیر خب وگن دم خودم، این کسافتکاریه یعنی چی؟ دم صبحونه داره صبحونه میخوری به شیر بریزی مثلا رو من این کسخولا؟ خیلی باحال میشه. چه باحالی میشه دست و شیر بریزی رو سر من؟ خب موقع شب خوبه. صبر کن جارو برقی رو پاک کنم که برنده شده بودی. آخه جارو برقی پارس خزر خط تولیدش هم متوقف شده. در هر صورت کادوال یه فیلم سوپر شیر بریزم مگه؟ میگم بانوی قصر، نگفتم مثلا جنده قصر که. خب قرار نیست که همیشه طرف بانوی قصر باید زیبایی یه مدل رو داشته باشه، جذابیت و اغواگری یه پرنستار، نجابت یه دختر روستایی، همه اینا رو باید با هم داشته باشه، وگرنه واسه تون کلیشه‌ای میشه. من شما با چون میای روی من مثلا لیز میخوری با روغن کسگاو، خب که گفتین یا مثلا با نجابت روستاییه هم تو روستا با روغن کسگاب میریزم با سینه اینجوری لیز میرن رو سر میخوان رو آدم. میکسچر همش با هم دیگه خوبه. شما تایپو مشخص کن چه جور مدل بانی قصری میخوای. خب من ولی کلا من
و بانوی قصری میخوام که خب من باید ببینم بالاخره با کسی که معاشرت میکنم خب آلفا بیزون هست یا نه. خب من بچه‌های شما خیلی خوش آمدن نجابت روسایی با اون روغن کسگاوی که گفتین. آره من کلا خیلی دختر نجیبی هستم، ولی خب به هر حال یه سری چیزای دیگه ای هم دارم تو وجودم که اونا برای ما بگو. روح سرکش و طغیانگرمه که یعنی وحشیه و کلا باید از راه وحشیگری ارزاش کنم. یعنی چی چجوری مثلا ارزشون مثلا یعنی یه ها داری پس خب شما میخوای سلطان قصر رو ارضا بکنی خب با رسم شکل توضیح بده. ساشو صدات بچه صدای من خوبه؟ صدام قشنگ میاد؟ آره آره. شما با رسم شکل توضیح بده چجوری میخوای مثلا این کارا. فیلم 50 لایه خاکستری رو دیدی؟ اگه خواستی با هم دیگه میتونیم بسازیمش. 50 لایه خاکستری رو دیدی؟ فیلم 50 لایه خاکستری؟ نه نه اون پرده‌های چیزو دیدم. 50 Shades of Grey معروفه. 50 Shades of Grey. خب اگر کراوات به پوشی از کراوات میگیرم میچسبونمت به دیوار. او بعد میچسبونمت به دیوار میگم که کجا داری میری. میگم به تو چه خواست کجا من باید جواب پس بدم کجا داری یعنی با کراوات برم میگه کجا داری میری. خب نه نگرانیه خودم که گفتم من اصلا آدم حسودی نیستم، فقط میخوام بدونم کجا میری که وقت خدای نکرده خواستن به دوستنت یا هر چیزی من در اطلاع باشم، وگرنه من با 16 تا بانی قصر مشکلی ندارم، همون با هم دوست میشیم همتون با هم دیگه. بعد مثلا اگه من با بانی قصر مثلا داشتم نزدیکی میکردم خب وقت تو هم دلت خواست وارد میشی همراه با ما میشی یا به چه صورته؟ به نظر من هیچ ایرادی نداره اگه از اون بانوی قصرم خوشم بیاد در حد و اندازه خودم هم باشه، یعنی حد و اندازه جفتمون قد بلند باشیم به هم دیگه بخوریم با ایناست. خب شما بنده یک دیلدوی طلایی شدی همین الان از مارک برچکت آلمان. آره. خب بعد دیگه بگو. بعد من سعی میکنم این اخلاق به بقیه بانوی قصرم یاد بدم که اگر که یه مرد 10 تا لایو رو میبینه الان هر کدومتون اون فلشه رو بزنید برای 10 نفر شیر بکنید لایو رو که بیان تو لایو بالاخره یه ذره با خصوصیات بانوی قصر آشنا بشن و کسایی که میخوان جز بانوی قصر بشن آلفا بیزون به چه سمقلشن. خب میگفتید من به عنوان نماینده از طرف ایران میتونم تو این بانوی قصر کانتستتون شرکت کنم. خب به بقیه بانوی قصرم یاد میدم که به هم حسادت نداشته باشن. خب هیچ کس قرار نیست جای کسی رو بگیره، وگرنه پادشاه قصر میره بیرون تو کلابای اسپانیا که پر از دخترای چیپسی و دخترای بتیق داغونن نیازاشو ارضا میکنه. پس بهتره 15-16 تامون جلوی همدیگه باشه. همین الان که دارم با تو صحبت میکنم یکی از کاندیدای بانوی قصر اینجا بغل من نشسته. میشه ببینمشون؟ کار خوب، همه چی خوب، ولی از شلنگ تخته انداخن رفتیم شامبون خوردیم. فرانسوی هست امشب؟ کیه؟ نه، امشب اسپانیایی است. فردا دو تا کار از ایتالیا کف اینجا ساعت 3 و از اون زمین. شما سیناتو عمل کردی؟ داری قبلا اینو پرسیدی عزیزم دادم. باور کنی سوال خوبی نیست. خب شاید من یه سری چیزای شخصی داشته باشم. ما دوباره اون دیلدارم ازت پس میگیرم خب به خاطر اینکه من وقتی یه سوال ازت میپرسم شما باید جواب بدی، نه باید بگی این سوال اصلا خوبی نیست. الان اون دیلدارم پس بده، الان فقط یه دونه چرخیاتی داری. چرخیاتی سری قبلی من ندادی ولی حالا خلاصه که الان فقط چرخیاتی داری. سه توت نه تو غل، همه چی نچراله بر منکرش لعنت. گفتم چیکار میکنی که شما خب بالاخره بخوای کارهای اداری منو انجام بدی چیکار میکنی که کار قشه جمشن. من با همه حالت ژنفتوری برخورد میکنم، میگم یوکرین، ایتالیا، اسپین، هیچ فرقی بین ما نیست، همه خواهر برادرای همدیگه هستیم. اوکی الان چرا داری کسوشر داری تحویل من میدی؟ اصلا من یه سوال چی بود؟ سوال چی بود؟ داری کسوشر داری میگی یا دارم میگم چی؟ دارم میگم شما اگه بخوای بانی قصر بشی خب چی کار میکنی که بتونی بانی قصرت مداوم باشه و باشی به نظرت چه کارهایی میتونی انجام بدی؟ خب آره دارم میگم که عزیزم، گفتم اول از همه حسادت تو وجود خودم از بین میبرم. خب
خب یه برنامه روتین سالم غذایی ورزشی به اتفاق اون جارو برقی هم بزنم ازت بگیرم فعلا تا بچه گم نشه. روتین برنامه غذایی و رژیم تو چیه؟ من دارم به خودم رو دارم میگم، من چی دارم میگم؟ خب برنامه بر... ماساژ هست، دیتاکسیفیکیشنت، ماساژا که روزمره است. خب که گفتی میریزی با سینا و اینا، روغن جوجو بابایی که هر روز هست. خب برنامه خمیر کرم و هر روغن رو هر روز میریزی، خمیر دندون چی؟ نفهمیدم. خمیر دندون و مسواک زدن و خمیر دندون نعنایی هم که یادته؟ نه یادم میگو بگو. خمیر دندون نعنایی قبل از رابطه هستی که مسواک میزدیم چی بود؟ قبل از زدن گفتی مسواک میزنی، درسته؟ مسواک و آب یخ و یعنی بهداشت دهان و دندان. مثلا ساک بزن، ساک چه کلمه، ساک خیلی زای است، نه ساک، مثلا اینه کرست میمونه، کرست تو در چرا اسمش باشه ساک؟ یه ذره زاینی جمله ساک به نظره. آره زای است، حالا باید یه چیزی معادلش پیدا کنی، این جایگزین ساک کنی برای ما. بلوجاب بهترینه. بلوجاب نه، بلانیه ساک عزیزم، یه ساک میزنی. ساک رو کی مود کرد؟ خب بذاریم این واژه، میتونیم معادلش چی بذاریم؟ یاد شق کردم میفتم عزیزم، شق کردم یه ساک بزن کرستت هم در. خیلی جمله زایه به نظر من ساک، مثلا اینه دواگلی به بتادی میفتن، دواگلی مثلا میز توالت به میز آرش میفتن میز توالت عروس. ساک یه داره زایه است به نظر من، باید یه جمله دیگه واسه یه دور بریم لمبو سواری، اینو مثلا میگیم، این میشه لمبو سواری. یا مثلا آره اینو میذاریم لمبو سواری. بعد دوست جمله باری به جای که ساک بزنی بگیم یه لمبو سواری. مثلا عزیزم سوار مثلا میخوای به یکی بگی عزیزم برام ساک بزن، چی باید بگی؟ یه دور بریم لمبو سواری. بعد مثلا بنسلی میشه رابطه واقعی، بوسیدن میشه روز رویس. نه آن شما یعنی قبل از لمبو سواری مسواک میزنی؟ آف کورس، بهداشت دهان و دندان خیلی مهمه. خوب. بعد حس خونکی میده، نه نه حس خونکی میده واسه پادشاه قصر، عالی حسش. دنده یه لمبو رو خنک میکنه. دنده یه چی رو؟ لمبو رو خنک میکنه. دنده کداش میشه دقیقا؟ دنده میشه موتور حرکتی که رکن اصلیه. به این مکانیکی و حبوری دقیقا جانم صدا تو نشنیدم. میگم دنده لمبو کجا میشه دقیقا؟ میشه وسط پاهاش دیگه. آه یعنی خود چیزو میگی؟ بله. آها خب میگفتی. بعد میرن مموش سواری. مموش سواری چیه؟ مموش سواری بابا خیلی کارای سخت، یعنی این اصطلاحا همه جدید من دارم تولید میکنم. مموش سواری مموش سواری صرف تا صد ماشین رو امتحان کردن اولش. صرف تا صد. صرف تا صد ماشین رو امتحان گرفتنه تو 10 ثانیه اول. یا قشنگ توضیح مموش یعنی چی میشه؟ مموش کجای داستان میشه؟ مموش لیست زدن دیگه. چی؟ لیست زدن میشه. لیست زدن آلیه مموش بستنی خوری. شما شروع میکنی به لیست زدن کجاها رو دقیقا؟ ببین میشه بریم سر بانوی قصر. الان دیگه واقعا نمیتونم به این ادامه بدم، لایو میبندم. چی میگی؟ اینا رو باید تو مای فنز توضیح بدیم، تو مای فن باید اینا رو بگی. مای فنز اکانت داری؟ اونلی فنز.
این چی داره ریکوست میده؟ خب بریم نفر بعدی رو بیاریم بالا. خب بچه ها هرکی میخواد بیاد بالا اینجا ایسید بنویسه من بیارمش بالا. اینگونی تا ایشون مموشو من کجای دارم واقعا؟ بریم عزیزم فکر مثلا به دختری عزیزم بریم مموش مموشتو مموشت کنن. خب یعنی چی؟ ای بابا من لایو من یه ذره داستاندار شده بچه نه همچنین جی شده. هرکی میگم میخواد بیاد بالا باید اینجا بنویسه که من بیارمش بالا وگرنه مموشوازی میشه سوار لمبو که بشی چیز میکنی چی میگن ریحانه. هر کی میخواد بیاد بالا یه من بنویسه. آخه من پسرم نیستم من مثلا من شما رو بیارم بالا مثلا بخوای راجب بانوی قصر من با تو چی رو ساگم مثلا بیای که با هم دیگه لمبو سواری کنیم که مثلا مموش داستان رو جمع بکنیم نمیشه که. این دختره خب چی رو بیاریم بالا؟ همینجا بنویسید یه من بنویسید من میبینم میارم بالا. بعد خیلی من لایو رو قطع میکنم تو دایرکت میگید وای چرا من نیوردی نمیبینم به خدا نم شاید کامنت های همه تون نمیاد